سلام دوستان، یه سری از این علامت ها یا سمبول هایی که بالا سر من میبینه که مربوط به آرایشگاه هستش توجه منو خیلی تو این مادرید جلب کرد به خودش و برام جالب بود بدونم که این قضیه چی هستش. رفتم خونم و دیدم یه داستان خیلی جالبی پشتش هستش که تو این ویدیو میخوام توضیح بدم اون داستانه چیه. یه سری رنگ بندی هم داره، رنگ های متفاوتی داره که اونم باز میگم چرا، دلیلش چی هستش و اینکه داستان اینکه بعد 13 سال من رفتم آرایشگاه رو واسهتون توضیح میدم. بریم ببینیم. تو مادید انگار آرایشگاه زنونه و مردونه از هم جدا هستش. حالا نه لزوما، ولی من این برداشت رو کردم که اینطوری هستش و آرایشگاه مردونه بالای سردر مغازه هاشون یه دونه حالت اسامانن یا علامت گردون هستش که من علامت گردون رو تو فنلاند ندیدم، ولی میدونم تو خیلی از کشورهای دیگه هستش، مخصوصا تو آمریکا. تو فنلاند هم آرایشگاه زنونه و مردونه از هم جدا نبوده، حتی جایی که من میدونم به این صورت بود. رنگ بندی های متفاوتی هم من دیدم، بیشترین رنگ بندی که دیدم قرمز و آبی و سفید بودش. رنگ بندی سفید و قرمز رو دیدم و همچنین رنگ بندی حالا رنگین کمان که احتمالاً مربوط به اقلیت های جنسی و جنسیتی میشه و حتی سیاه و سفید هم دیدم، خیلی محدود البته، شاید من خودم توی این مادید یه دونه دیدم. داستان قضیه هم برمیگرده به قرون وسطا. اون موقع تو کلیساها راهبا میومدن، کارهای مثل حالا حجامت و خونگیری و این کارا رو انجام میدن، از این اعتقاداتی که حالا خون کثیف باید بره، خون تمیز بیاد و نمیدونم داستانای از این جور. بعد یه پاپی اومد گفتش که نه، این کارا باید تو کلیسا دیگه استاپ بشه. کیا اومدن این کارو به عهده گرفتن؟ آرایشگرها. تو قرون وسطا آرایشگرها کارای کشیدن دندون و جراحی سطحی و این چیزا رو انجام میدادن. زالو هم داشتن که از زالو هم استفاده میکردن برای همون مکیدن خونای کثیف و این کارها. آرایشگران واسه تبلیغ کارشون میومدن کاسه های خونی که از مشتریاشون گرفته بودن و میذاشتن پشت ویترین، یا مثلا یه ریسه ای تشکیل میدادن از دندون هایی که از مشتریاشون کشیده بودن و میذاشتن پشت ویترین. ولی خب بعدن یه قانونی اومد که بهشون دیگه اجازه نمیداد این کارو بکنن که بخوان کاسه خون بذارن پشت ویترین. خب حالا آرایشگرا مجبور بودن یه فکر دیگه ای بکنن واسه تبلیغ کارشون. موقعی که میخواستن از دست مشتریشون خون بگیرن، یه میله ای بودش که مشتری دستشو به اون میله میگرفته و فشار میداده تا رگا معلوم بشن. آقای آرایشگر زحمت بریدن رگو میکشید، یه کاسه هم میگرفتن زیرش که خونا اون تو جمع بشه. بعدم که کارشون با مشتری تمام میشد، دست مشتری رو با بانداژ یا حالا پانسمان و اینا میبستن و اون پانسمان خونی میشده. حالا کاری که میکردن این بودش که اون میله ها رو میگرفتن، میله یا حالا عصا یا حالا هر چی، و اون بانداژ رو دورش که خونی بودش دورش میپیچیدن و میذاشتن خوش بشه. و وقتی که خوش میشد میذاشتنش پشت ویترینشون به عنوان اینکه مثلا ما امروز مشتری داشتیم و تبلیغ کارشون. کم کم این تغییر کرد به اینکه بیان خب یه میله دائمی حالا از جنس چوب یا حالا هر چی رو رنگ می‌کردن به رنگ سفید و قرمز مارپیچ که بالاش هم دو تا گوی داشتش، بالا و پایینش به معنی همون گوی بالایی که زالوها رو قرار می‌دادن و پایینی هم به معنی همون ظرف خون. اینو وصل می‌کردن روی سردر مغازه‌شون. حالا این داستان رنگ‌هاش چی هست؟ چرا رنگ‌بندی‌های مختلفی وجود داره؟ چیزی که من متوجه شدم که یه سگ داره میاد پیشم، در ضمن اینجا یه درخت عقاقیا چیز داره، نه حالا این عقاقیاش که خوش شده گلاش، ولی یاس امین و دوله به شدت بوی خوب میاد اینجا، یعنی حس خیلی خوبی دارم. چیزی که من متوجه شدم اینه که اون رنگ رنگین کمان یا حالا سفید و سیاه بیشتر سلیقه‌ای بوده، چیز خاصی پشتش نیستش. حالا هر رنگی هم هر کی دوست داشته باشه میتونه بذاره. اون سفید و قرمز و سفید و آبی و قرمز دو تا دسته‌بندی هستن که الان خیلی میبینیم و بیشتر هستش. حالا داستانش چیه؟ توی همون قرون وسطا بعد این مدت اومدن گفتن اینجوری نمیشه، کارهای جراحی و خونگیری و اینا رو بعد یه سری افراد انجام بدن و گفتن آرایشگر فقط میتونن دندون بکشن و کار آرایشی انجام بدن. و واسه اینکه اون علامتشون تقسیم بشه، علامت سفید و قرمز رو دادن به همون جراحا که کار خونگیری و اینا انجام میدن، حجامت و این چیزا انجام میدادن، و آبی و سفید رو دادن به آرایشگرها. ولی خب چیزی که الان بیشتر میبینیم سفید و آبی و قرمز هستش. اینم دو تا تئوری پشتش هستش. تئوری اول میگن که این به خاطر این هستش که آبی مثلا نشان دهنده یا سمبل رنگ رگ دست هستش، و یه تئوری دیگه میگه که رنگ آبی که از پرچم آمریکا هستش رو وارد این کردن، یعنی در واقع آبی و سفید و قرمز همون رنگایی هستش که تو پرچم آمریکا هم وجود داره. تا اینجا که اومدید لایک یادتون نره، و اگه سابسکرایب هم نکردین حتما سابسکرایب کنین. حالا در ادامه میخوام بگم که قضیه این بعد 13 سال من رفتم آرایشگاه چی هستش. Yeah.
سال 2010 که من رفتم فنلاند به صورت دانشجویی رفته بودیم، بعد همیشه حواسمون به هزینه ها می بود و تو فنلاند هم خب آرایشگاه ها خیلی گرون بودن. اون موقع من یادم مثلا آرایشگاهی فنلاندی اگه می رفتیم 25 تا 30 یورو باید پول میدادی. منم خب میدونستم تو فنلاند گرونه، قبلا هم موردش خونده بودم، با خودم یه دونه موزر برده بودم، شونه های مختلف و سایز های مختلف داشتم و خب خیلی برام سخت نبود. تا اینکه اومدیم اسپانیا و این خونه ای که حالا اجاره کرده بودیم خیلی شرایطش مناسب واسه اصلاح کردن موی سر نبود. خب اسپانیا خب به نسبت خیلی ارزون تر از فنلاند هستش این کارهای خدماتی. دیگه تصمیم گرفتم برم آرایشگاه. گشتم تو گوگل و یکی رو پیدا کردم که توی ریویوهاش نوشته بودن انگلیسی صحبت میکنه. دیگه گفتم خب برم پیش همینی که انگلیسی هم صحبت میکنه. ولی خب اینو باید اضافه بکنم که تو این 13 سال خب سفرهایی هم به ایران داشتم که تو اون سفرها میرفتم پیش آرایشگر خودم که خیلی هم کارشو دوست داشتم. همیشه میرفتم ایران، اولین جز اولین کارام این بود که برم پیش آرایشگرم. But it's hard to find someone that can speak English. Especially in Spain. Yeah. Actually I'm not from Spain. I'm from Colombia. Colombia. Yeah. Nice. خیلی آدم خوبی بود، خیلی هم خوش صحبت بود، مثل آرایشگر خودمون ایران. و با سوال این که تو ماده چی کار میکنی صحبت ها شروع شد. Nearly 5 years. Nearly 5 years in Madrid. So it's 21 years since I left Colombia. So I was in London. Okay. Living in England for 8 years. 8 years, okay. Yeah, I used to be a barber right there. Then I moved on to the cruise line. So I kind of left my profession standing and I ventured myself to be a salesman selling fine watches and fine jewelry. Okay. For Louis Vuitton on board of the cruises. So yeah, and I was there nearly for 8 years. 8 years, okay. Yeah. Then I met my girlfriend, she's from Venezuela. Okay. And then we decided to come to Madrid. Mm. So yeah, we've been together. This year is going to be our 8th year. Okay, nice. So, yeah. خیلی صحبت کردیم. منم یه سری خلاصه ای از رخدادهای زندگیمو، اینکه کی رفتم فنلاند و چرا رفتم فنلاند و چرا اومدیم مادرید و همه اینا رو بهش توضیح دادم. Now you're going to be speaking English and Spanish also for your son. Yeah, we need to learn. It's quite good. It's important. It's very important, yeah. In Colombia, you speak Spanish, actually. Yeah, we do. In Venezuela, yes. Venezuela too. If I upload the video on YouTube, is that alright? Yeah, no worries. Your face is also... Bah, it's fine. Okay. Nobody's looking for me, so... کل پروسه اصلاح موی منم تقریبا 40 دقیقه اینا طول کشید. در نهایت هم قیمتش 13 یورو 90 سنت شد. Stop.